سلام دوستان به ویدیو خوش اومدید من آرش کنگی هستم با جلسه چهارم آرتیم پیشتونم و این جلسه جلسه سنگینی میشد برای همین کردمش دو قسمت یعنی میخواستم دو تا مبحث رو با هم دیگه توضیح بدم بعد طبق سنجی که با بچه های دفتر کردم دیدم که آقا دو جلسه باشه خیلی بهتر از تک جلسه ای امروز میخوام راجع به مفهوم اینگالفینگ یا نفوذ توی سطوح صحبت بکنیم و این این اینگالفینگ مبحث بسیار مهمی هستش اگر یادتون باشه اوایل این دوره آموزشی من بهتون گفتم که آقا بیت کوین میاد یک کف دیگه زیر این میزنه و خیلی خوشحال که آقا بیت کوین از اینجا کف گرفته ولی من انتظار که یک کف دیگه هم پایین تر بزنه و این اتفاق افتاد بیت کوین تا 17000 تا هم اومد. یادم این شدو رو که زد اینو دقیقا خیلی خوشحال شدن گفتن آخ جون الان از اینجا میریم بالا ولی خب دقیقا یادمه که یا این بود یا این بود فکر کنم این قرمزه بود ولی بهتون گفتن که از زیره این میخوره چرا گفتم زیره این میخوره؟ چون ما مبحثی رو داریم به اسم اینگالفینگ یعنی میاد تمامی سفارشات روی یک سطح رو بر میداره اگر دقت بکنید این پایین ترین لول بیس ما بود خب و این لول وقتی همه سطوحش پوشیده شد توسط قیمت ما اینکه که آقا این سطح این گلف شده و تمامی سفارشاتش برداشته شده معمولا سطحی بخواد بشکنه اول این گلف میشه بعد یه دورخیز میکنه مثل همینجا که حالا یه بچه دورخیز یعنی یه ذره تو روز اومده بالا بعدش شکسته میشه خب و اگر دقت بکنید اکثر مواقعی که قیمت رفته بالا اومده یه سطحی رو یا گلف کرده یا خورده به یک سطحی برگشته مثلا اینجا شما دراپ بیس اینجا بیس رو دارید و دراپ رو دارید اوکی و بالاترین سطح این بیس اینه خب قیمت میاد 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 آروم 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 میاد آها آه و این گلف کرد وقتی این گلف میکنه خیلی وقتها خاصا اگر معمولا ولی نه معمولا نه خیلی وقتا اون وسط بین معمولا و خیلی وقتا بازار میدی اصلاح میکنه مثل این چرا این اتفاق میافته چون زور زده بیاد خودش رو به این سطح برسونه و همه سفارش های فروش روش رو برداره برای همین بازار بعد از این گلشان معمولا و بین معمولا و خیلی وقتا میاد یه کوچولو اصلاح میکنه خب و اینجا که این گلف شده مقدمات شکست رو فراهم کرده بعدش میاد یه دورخیزی انجام میده و برگشت میاد حالا اینو میشکنه و رد میشه دوباره شما یه دونه بیس دارید اینجا بالاترین سطحش حالا اگر بخوایم اینم بگیریم که نمیخواد بگیریم بالاترین سطحش اینه اومده مجدد بیس و تقریبا میشه گفت تو این حرکت این گلف کرده بود ناکنید یه کوچیک برگشته اینجا خیلی جا هست مثل این برمیگرده بعضی جا هم هست فقط یه کوچولو برمیگرده و بستگی داره دیگه حالا البته اگر بخوایم اینم بگیریم میبینید که یک برگشت یک کندلی دو کندلی رو داشته و بعد شکسته شده پس بیس ها اینجوری کار میکنن یعنی این گلفینگ سوتو اینجوری اتفاق میفته و اگر سطحی رو بخوان بشکونن اینجوری میشکوننش الان بیت کوین برای اینکه بره بالا این دراپ بیس اینجا دراب بیس داشتیم یه دراپ دیگه این بالا باید بخوره یعنی یه شادو به این بالا بزنه من میگم همه سفارشها برداشته شده پایینایی که میزنه به نیت اینه که زور جمع کنه بره بالا رو بشکنه است خب و این چیزی هستش که میخواد اتفاق بیفته بریم یه اونس جهانی طلا نگاه کنیم بعد اونس جهانی طلا در حال حاضر اگر دقت بکنید ما یه دونه گره معاملاتی داریم اینجا رالیو داشتیم بیسو داشتیم دوباره رالیو داشتیم پس اینجا بیس ماست از نوک این شد تا این بدنه رو گفتیم سطح بیس میگیریم توی یک ساعت از بیسمون میریم تایم فریم 5 و میایم این تایم فریم رو نگاه میکنیم ببینیم که کدوم گره رو این گلف کنه میتونه بره بالا هیچی نمیبینیم میریم یه تایم فریم پایین‌تر تایم فریم یک دقیقه بازم هیچی نمیبینیم و فعلا اینجا هیچ سند و مدرکی برای بای کردن نداریم میتونیم از این خط رونده استفاده کنیم یعنی بعد از شکست این خط روند حالا شاید مثل یو آخر این ویدیو دیدیم که این شکست و پامپ شد بعد از شکست این خط روند میشه انتظار داشت اونس جهانی طلا بخواد به سمت بالا و اهداف بالاتر حرکت بکنه اما چرا این انتظار رو من دارم یکی از دلایلی که من این انتظار رو دارم در تایم فریم پنج دقیقه فکر میکنم باشه دلیل اینه که این شدویی که اومده بالا اینجا اگر دقت بکنید ما یه دراپ داشتیم یه بیس داشتیم یه دراپ دیگه بید این شدو این گلف نکرده و اینم حالا جزء مبحث پس ما هست ولی تقریبا میشه گفت هرچی بوده رو ورداشته روی این صد یعنی میشه گفت 90 درصد سفارشه چون که تا دقیقا زیر این شدو اومده و میشه گفتش که این گلف نیست ولی خب تجربی من میدونم که تقریبا میشه گفت این سطح این بالا نیتشون برای شکست این سطحه که تونسته انقدر نفوذ بکنه برای همین پایینایی که داره میزنه رو دارم مد نظر قرار میدم برای اینکه ببینم میتونه برگرده بیاد بالا اینجا رو بشکنه یا نه و همونطور که میبینید الانم داره یه بازی هایی این پایین انجام میده چون هم خورده گره یک ساعته که یاد گرفتید بیس یک ساعته و هم این بالا تقریبا این گلف شده یعنی مقدمات رو فراهم کردن و الانم این کف رو اومدن شکستن توی یک دقیقه و دارن زور میزنن که بیارنش بالا اگر تونستن این خط روند رو بشکنن احتمال داره که بخواد یه پامپ قشنگی رو داشته باشه اما این از مفهوم این که بهتون توضیح دادم و فکر کنم که کامل یاد گرفتید که این گلف شدن بیس ها چه تاثیری میتونه برای ما داشته باشه من که توی این ویدیو گفتم میخوام براتون صحبت بکنم و یه مقداری سخته این مبحث فلگ لیمیته وقتی که شما چند تا سقف اینجا پشت سر هم دارید و یک محدود سقفی دارید بازار که اینجا ناکوی داره میاد بالا معمولا در لحظه شکست یه ذره زیر شکست یا یک کوچولو بالای شکست میاد یه بیسی رو میسازه و بعدش مجدد پامپ میشه این بیس رو ما بهش میگیم ال یا فلک لیمیت زون خب که خیلی علکی سختش کرده اومده مثلا یه اسم خیلی سختی هم روش گذاشته این یه بیسه که بعد از شکست ایجاد شده و اگر دقت بکنید چند تا مثال هم براتون زدم شما اینجا کلی سخت دارید بازار با کندل های بالا یه بیس یه درجا میسازه بعد از شکست و پامپ میشه و همین بعضی وقتا هم هستش که مثلا مثل این مثال اگر دقت بکنید میاد بیس نمیسازه یعنی شما توی اون تایم فریم بیسی نمیبینید دو تا شادو میبینید یه شادو از اینجا یه شادو از اینجا این بیس تو تایم فریم پایینتر ساخته شده میری اون بیس رو پیدا میکنی دوباره برگشت توی این سد پامپ میشه به سمت بالا حرکت میکنه و این حالت های مختلفی هست که اتفاق میفته یه حالت هم هست که با گپ میشکنه یعنی بازار میاد میرسه به این سطح مقاومتی اینجا با گپ شکسته میشه وقتی با گپ میشکنه این وسط رو ما خودمون یک بیس نادیده فرض میکنیم و تو برگشت میتونیم ترید داشته باشیم به سمت بالا حرکت بکنیم خب این XU USD داره شکسته میشه دقیقا الان شکسته شد و الان استابلاسش برای من 25 پیپ هستش من یه دقیقه کار دارم الان ترید من بگیرم فرج ویدیو در برق زیاد خب برگردیم سراغ ادامه ویدیو پس بازار میاد یک سطحی رو میشکنه اینجا یک گره ای رو میسازه اینجا موس من اگر ببینید یه گره ای رو میسازه برمیگرد تو این گره بعد بامپ میشه ما به این سطح میگیم اف اومده یه چند تا مثال زده چند تا مثال هم من براتون میزنم بازار اینجا یک حمایتی رو شکسته اومده زیر این حمایت درجا رو زده دامپ شده ریخته بعد برای اولین بار برگشته توی این محدوده ما بهش میگیم چی اف تی بی فرست تایم بک و بعدش مجدد ریخته به سمت پایین خب بعد اگر دقت کنید اومده تو تی بی یا سکند تایم بک رو زده تو این گره مجدد ریخته بعد اومده سه تی بی مجدد برای بار سوم زده توی این گره و باز هم ریخته و آخر سر اومده اینجا نها این شدوه این گلف کرده گره رو گفتیم این گلف که میکنه یه ذره معمولا برمیگرده و بعد پامپ میشه که این اتفاق هم افتاده باز هم بخوایم مثال بزنیم بعضی وقتا هست که میاد مقاومت شکسته میشه شما دوتا شدوه کوچیک اینجا میبینید این خودش گره است بچه ها اینجا برید یه تایم فریم پایین تر معمولا میبینیدش که چه اتفاقی داره براش می و بعد حواستون به این نکته باشه که بعضی وقتا دوتا کندل به هم دیگه فقط پاس دادن و این نکته هم حائز اهمیت بازار برمیگرده توی این فلگ لیمیت و میریزه و یه دونه مثال دیگه هم اینجا ما داریم بازار میاد مقاومت رو میشکنه یه شدو دوتا اینجا شدو رو میبینید و بعدش یه پول بک میزنه این تو یه جایی به وجود میاد برای ترید ترید رو میزنی و با وین ریت حالا بسیار مناسب ریسک به ریوارد خوب استابلاس پشت این شد و میاید ترید خودتون رو میگیرید و میبینید که چه اتفاقی بعدش میافته و بریم یه چند تا مثال حالا خودمون بزنیم خب شاید میشه گفت قشنگ ترین مثالی که پیدا کردم براتون بزنم توی نمودار یورو به دلار هست اگر دقت بکنید یورو به دلار اینجا یک محدوده حمایتی رو داشته و شما یک دراب بیس دراب رو اینجا دارید میبینید اینو ما باش کار داریم این الان یورو که بیاد بالا میخوره تو این به احتمال زیاد به روند قبلی خودش ادامه میده و این نکته بسیار مهم هستش ما به این میگیم F ال اوکی و همون بیس خودمونه فقط اسمش عوض شده شده F -L. هیچ اتفاق عجیب و غریب و نادری براش نیافتاده و چیز خاصی هم به نظر من نکته خاصی وجود نداره اینجا یه حالت دیگه هم داریم بچه ها که بازار میاد این سطح مقاومتی این بالا رو اینجا رو قشنگ میشکنه گفتیم که معمولا شدو داره بالا و پایینش حالا اینجا شدو نره اما این وسط خب الان چون تایم 15 دقیقه هستیم شما نمی‌بینید اما این وسط اگر برید تایم فریم یک دقیقه یک گره معاملاتی میشه گفت قشنگی رو باید ببینید توی تایم فریم یک دقیقه خب بچه دقیقا اگر بخوام مثال رو بهتون نشون بدم حالا این یک کوچولو بالاتر افتاده فلگ لیمیت تایم فریم یک دقیقه کنید همین همینجاست خب این سطح در آینده میاد یک واکنش خوب رو به ما میده و حالا چون تو یه دقیقه اومده اینو این گلف کرده دیگه خودتون میدونید بعد این واکنش اتفاقی میفته میشکنه پس این سطح برای ما سطح مهمی است حالا یه دونه این گلف شد و بعدی برای ما این هستش یعنی این سطح میشه بعدی ما بعد از شکست یک بیسی ایجاد شده این یکی هم به نظرم باید واکنش خودش رو در آینده این چه واکنش خوشگل و قشنگی رو برای ما داشته باشه اولین واکنش دومین واکنش سومی با دوت گم سطحی که ما روش ترید میکنیم سطحی که بغیر آه نه سطحی که من روش ترید میکنم هم سطح خوبیه خب و الانم رو با اجازهتون میذارم این زیر خب اینجا گرفتم استاپو میذارم این زیر از اینجا ورش میدارم و یه دقیقه الان برمیگردم آره دیگه استابلاس هم خیلی کوچیکه تا هر جا رفت میریم دیگه حالا هر چی داد خدا برکت خب اما اینم از مبحث شکستامون یه نکته وجود داره خب که اگر بگم این دوستانه رگ گردن بادکن کنه RTM به ام حمله میکنن ولی خب حمله رو به جون میخرم متوجه یعنی میپذیرم حمله رو و میذاریم راحت باشن تا امروز هم هر, هر کاری دوست داشتن کردن ما هیچی نفت یه نکته خیلی مهمی میشه گفت وجود داره که ذهن درگیر کرده که باید بگم یا نباید بگم ببینید بچه تو خود همین مثال های مثالای آرتیم اگر نگاه کنید توی این اکس ها که بعضی از بیس ها بعد از شکست شدن صد ساخته نمیشن بعضیشون قبل شکست صد دارن ساخته میشن خب باید توی کتاب هر مثالی که آورده تقریبا زیر سطح بوده متوجهید؟ ولی بعضی هاشون هم هستن که بالای سطح این فلک ها ساخته میشن و این نکته برای من حائز اهمیت خود همین مثالی که آورده اینجا نکنید یک مقدار بالای صد ساخته شده توی توضیحات نوشته که حتما باید زیر صد باشه ولی من میگم که آقا اگر یه مقداری بالای صد بود هم مشکلی نداره و ارزش ترید داره به عنوان مثال اگر بخوام براتون ارائه بکنم همین بیت کوینه خب به شما یه کف خیلی مهم داری اینجاست خب و توی کتاب میگه که آقا یه فلگی باید اینجاها تشکیل میشده اما این یک سطح و یک بیس اینجا داره این دقیقا قبل از شکست سطح داره برای من این مهمه خب برای من این مهمه من به شخص ترجیح میدم روی این ترید بکنم خب و بازارم بخواد بیاد شاید تو تایم فریم های پایین تر کلی مثلا بیس اینجا ها گیر بیارید برای ترید مثلا خود این یه بیسه بریم یه ساعت نگاه کنیم کاملا مشخص این بیس اینجا ولی من روی اون ترید میکنم خب اون تریدش بهتره من اینو بیشتر این تجربه منه خب و میتونه هم درست باشه هم میتونه غلط باشه ولی من آ یه بیس اینجاست ولی من روی این ترید میکنم چرا روی این ترید میکنم چون این سطح قبل از شکست شدن اون سطح قبلی به وجود اومده و در این حال این سطح با این شدوی که زده یه دیدگاه بای خوبی ایجاد کرده خب خیلی ها رو کشونده توی معامله خرید گفته بیاید بخرید میخوام برم بالا بعد کرده تو پاچهشون اینجوری و تا که میتونسته اینا رو نقره داغ کرده خب مردم با این سطح خاطره بیشتری رو دارن تا با این سطح و به نظر من خیلی روی این سطح خریدن و دیدگاه بایی داشتن نه روی این سطح و به نظر من این سطح در آینده واکنش میده نه این سطح و این تجربیه خب این کاملا تجربی هستش تجربه منه و میتونید استفاده بکنید میتونم طبق کتاب عمل بکنید یه مثال دیگه اگر بخوام براتون بزنم همین الان آواکس رو نگاه کنید شما اینجا یک سطح مهم دارید قبل از اینکه این سطح شکسته بشه نگاه کنید یه, بی... یه دراپ یک بیس یه دراپ دیگه و حالا یکی از دلایلی که میشه گفت این سطح کار میکنه نمودار لاین چارت هم توی این مثال هم توی مثال قبل توی نمودار لاین چارت یعنی توی نمودار خطی این سطح شکسته شده و شا... شاید شاید به خاطر همین هست که این سطح خوب کار میکنه و اگر دقت بکنید به نظر من این سطح بوده که دیدگاه خرید ایجاد کرده و اگر بازار بیاد به این سطح بخوره مجدد میتونه ریزش خوبی رو تجربه بکنه و این نکته برای ما حائز اهمیته اینجوری اه، میتونید تشخیص بدید که کدوم گره ها ارزش معاملاتی بیشتری رو نسبت به بقیه دارن این سطحی که اینجا ایجاد شده این سطح مهم هست اما اینم خیلی مهمه یعنی اینی که این بالا هست به نظر من اونم خیلی مهم هستش و همین سطحی که اینجا ایجاد شده هم در واکنش به یک سطح خیلی قدیمی به احتمال خیلی زیاد اومده و خودش رو تشکیل داده یعنی اگر اینم برید زومت بکنید هیچ چیزی علکی همونجا پرت نشده یک سری تقاضا روی این سطح وجود داشته که کار نکرده و بازار باز هم شکسته شده اینجا یه سری سد تقاضا بوده که حالا توی مپس های بعدی بهتون میگم دقیقا چه تقاضاهایی هستن پس فکر میکنم که این گره معاملاتی بعد یا لحظاتی قبل از شکست رو خوب یاد گرفتید و فهمیدید که آقا این فعله چجوریه پس ما بخوام جمعش بکنم اینو یه ساعتی رو داریم اینجا بازار میاد یا یه کوچولو زیرش یا دقیقا بعدش میاد یه گره ای رو ایجاد میکنه و بعد پامپ خوبی رو میده یا معکوسش دامپ خوبی رو میده کل حرف همینه یا اینکه برمیگرده میاد اینجا این مجدد میتونه به سمت بالا حرکت بکنه اینکه برمیگرده میاد اینجا مجدد میتونه به سمت بالا حرکت بکنه یک مثال بعدی رو هم داره که مثال بعدیش دقیقا چیزی هست که اینجا بخوام بهتون بگم بازار میاد به این سطح مقاومتی میرسه یک هندل سبز میزنه همینجا وای میسه با یک هندل سبز دیگه و بزرگ اینجا رو رد میکنه خود اینجا دوباره یک بیسی ساخته شده توی تایم فریم پایین تر اگر برید نگاه کنید کاملا مشخص بازار که برمیگره اینجا میتونه مجدد به سمت بالا حرکت بکنه این کل حرفم بود و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید این سطوح رو کامل یاد بگیرید اگر دوستان حالا آرتی ام کار خواستن گیر بدن که آقا چرا گفتی بالا سطح هم قبوله به نظرم شاید چون نمودار لاین میکنیم میبینید که این زیر سطحه و شکسته شده و خیلی هم نمودار لاین استفاده میکنن برای همین من این سطح رو میپذیرم به شخصه برای خودم و اگر خوشتون نیمت میتونید برید این زیر دنبال گره هایی برای ترید باشید اما به نظرم در آینده میاد میخوره این تو توی این قرمز اینجا یعنی حدودا اینجاها و بعدش دوباره به سمت پایین حرکت میکنه A few moments later. خب بچه ها این بایی بود که روی طلا گرفتیم بعد از شکست همین خط روندی که بهتون توضیح دادم توی ویدیو و خیلی خوب پامپ شد یعنی اصلا ریسک به ریواردش عالی بود من نصف این هج رو الان میبندم نصف دیگهش هم نگه میدارم ببینم تا کجا میره دیگه یعنی یه دو دام گرفته بودم یه اسکلپ خیلی ریزو اومدم زدم رو این و یک دهمش ده رو کلوز کردم بقیهش رو هم ریسک بیری کامل دیگه انجام میدم و دیگه هم میبندم حالا هر چی شد تا هر کجا رفت رفت امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید و یاد گرفته باشید تا الان دو تا مثال از چیزهایی که بهتون یاد دادم وسط ویدیو براتون زدم از هیچ هم نمیترسیم مثال میزنم اگر هم استاب خورد میگم استاب خورد و تا الان هر مثالی براتون زدم مثل آباکس مثل بیت کوین مثل هر مثال دیگه ای که تا الان براتون زدم همون مثال اتفاق افتاده مثل همون چیزی که گفتم مثل لایف ترید یو اس دی ان چون که به سبکی که دارم آموزش میدم ایمان دارم و آر تی امی که اینجا یاد میگیرید با اون چیزی که تو کتاب ها یاد دادن و یه رگ گردن رگ گردنشون باد میکنه وقتی آموزش میدن یه ذره فرق داره یه ذره خودم آپدیتش کردم طبق تازه الان باید یه میمدن بای میکردن چون که تازه گره این شده ولی ما اونو این گلف گرفتیم فعلا خدافظی